سلام، به 21مین شماره از توپ تیوی ترانسفر خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 3 خرداد ماه در کنار هم آخرین اخبار نقل و انتقالات 24 ساعت گذشته فوتبال ایران و داغ‌ترین خبرهای این بازار رو مرور می‌کنیم. ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردید. برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید، میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید. در انتها هم اگه از ویدیو لذت بردید، یادتون نره با لایک و نظراتتون ما را همراهی کنید. با اعلام رسمی حجت کریمی، نکونام با عفو رهبری سرمربی استقلال شد. با صدور مجوزهای لازم برای حضور جواد نکونام در رأس کادر فنی استقلال، مشخص بود که این سرمربی امروز رسماً به عنوان سکاندار هدایت آبی‌ها انتخاب میشه. حالا حجت کریمی، سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال، به طور رسمی این موضوع را تایید کرد. طبق ادعای خبرگزاری فارس، بر این اساس جواد نکونام با پذیرفتن اشتباهاتی که در گذشته داشت و با مساعدت نهادهای زیربط، عفو رهبری شامل حالش شد تا بتونه به فوتبال برگرده. لازم به توضیحه که این عفو در چارچوب عفو عمومی است که بیشتر با پیشنهاد قوه قضاییه با موافقت رهبر صورت گرفته. جذابترین خرید پرسپولیس از اصفهان می‌آید. کار سخت سرخ‌ها برای جذب شهریار. صحبت‌های شهریار مغانلو در یک برنامه تلویزیونی درباره قهرمانی پرسپولیس در فصل گذشته لیگ برتر چندان به مزاق مدیران و هواداران سپاهان خوش نیومد تا کانال‌های هواداری این تیم خواستار کنار گذاشتن مغانلو بشن. این بازیکن تا به کمیته انضباطی باشگاه هم احضار شد. این در حالی است که آقای گل فصل گذشته لیگ برتر ایران یک فصل دیگه با سپاهان قرارداد داره و تنها در صورت دریافت پیشنهاد خارجی و پرداخت مبلغ قابل توجه به سپاهان میتونه این تیم رو ترک کنه و این موضوع کار پرسپولیسی ها برای جذب مغانلو رو سخت تر خواهد. سکوت 2 هفته گل محمدی شکست. یحیی: لیست تمدیدی ها را دادم، باشگاه کاری نکرد. روز گذشته یحیی گل محمدی به سکوت حدوداً 2 هفته خود پایان داد و در گفتگوی نسبتاً کوتاهی که با ایسنا داشت به سوالات پیرامون وضعیت این باشگاه پاسخ داد. اون در این مصاحبه رسماً اعلام کرد که از تصمیم خود برای جدایی صرف نظر کرده و فصل آینده نیز روی نیمکت پرسپولیس به کارش ادامه خواهد داد تا به این ترتیب تکلیف صندلی داغ سرخپوشان نیز مشخص بشه. گل محمدی در این مصاحبه مدعی شد که 1 هفته پیش لیست تمدیدی ها رو به باشگاه پرسپولیس داده و اونها اقدامی رو انجام ندادن. پاتک غیر منتظره ساپینتو به استقلال. آپوئل خواهان جذب ستاره آبی ها. دومین خبری که سایت سوپر اسپورت قبرس به فاصله چند ساعت از یکدیگر درباره اهداف نقل و انتقالاتی آپوئل منتشر کرده، حاوی اخبار خوبی برای هواداران استقلال نیست. این رسانه صبح امروز از علاقه ریکاردو ساپینتو به کوین یامگا خبر داده بود و حالا نیز مدعی است که آبی ها کار سختی برای حفظ اون دارد. البته قابل ذکره که قرارداد مدافع فرانسوی با استقلال 2 سال دیگه اعتبار داره. رونمایی عراقی ها از سرمربی جدید. مشتبه حسینی روی نیمکت آلومینیوم. طی 2 هفته گذشته و پس از جدایی سید مهدی رحمتی، روند انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال آلومینیوم در دستور کار اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه قرار گرفت که پس از مذاکره با مربیان مختلف، سید مشتبه حسینی به عنوان سرمربی جدید تیم برگزیده شد.